آنچه که به طور واقعی در ایران رکوردهای تاریخی به ثبت میرسونه گرانی، تورم، سقوط ارزش ریال و فجایع اقتصادی. رسانه‌های حکومتی هم مجبورند که به این واقعیت اعتراف کنند. برای نمونه تیترهایی مثل شتاب تورم به سوی سقف تاریخی یا تورم ایران در آستانه ثبت رکورد جدید به کار می‌برند. حسین مرعشی سرکرده یکی از باندهای جناح مغلوب رژیم هم گفته که تورم 50% مثل زلزله است و همه چیز رو ویران میکنه. برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای فربود رزانیا از سوئد. سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان شما، همه هموطنانمون، و سال نو رو تبریک میگم به همه جوانان به پاخواسته ایران و به همه کانونهای شورشی در سر تا سر ایران. درود با شما. آقای رزانیا، فکر میکنی که هشدار نسبت به همین وضعیت انفجاری ناشی از تورم افسار گسیخته در درون رژیم منحصر، همونطور که خودتون میدونید که منحصر به همین چند نمونه که من قبلش نقد کردم نیست. این روزها خود اعضای مجلس رژیم تا کارشناسان باند خود خامنه‌ای هم زیاد دارند نمونه های مختلفی رو مطرح میکنند. حالا فکر میکنید که معنی این حرفایی که تورم داره همه چیز رو ویران میکنه چیه؟ بله، خدمتتون که عرض کنم توی این حرفی که این حسین مرعشی زده بود و تورم رو با زلزله مقایسه کرده بود، یک واقعیتی نهفته. وقتی که خود رژیم اینو میگه، از یه طرف در مورد زلزله بودنش درست میگن، در مورد آثار تخریبیش و آنچه به سر زندگی مردم و تمام کشور در حقیقت میاره درست میگن، اگرچه که درصدش از 50% به مراتب بالاتره، ولی خب همین 50% هم اگر بود واقعا تخریب کننده بود. از طرف دیگه مقایسه کردنش با زلزله، وقتی که خود رژیم این کارو میکنه جالب توجهه، چون که همه هموطنان اون میدونن که در زلزله هایی که در طی چند سال گذشته در نقاط مختلف ایران داشتیم، این رژیم نه تنها کاری برای جلوگیری از آثار مخرب زلزله هیچ وقت نکرده، نه برای کمک رسانی به زلزله زدگان کاری کرده و همینطور جلوی کمک‌های مردمی به زلزله و زلزله‌زدگان رو هم گرفته و اونایی که می‌خواستن کمک کنن زندانی کرده و اینا. در نتیجه در حقیقت این که میگه که این تورم مثل زلزله میمونه، از این نظرم قابل توجهه که برخورد اینا با تورم و وضعیت فجیع اقتصادی کشورم از همون دست خواهد بود که واقعا برخوردشون با فجایع طبیعی و زلزله در چند سال گذشته بوده. و در حقیقت چیزی که میگن تنها برخوردی که اینا میتونن بکنن سرکوب بیشتر و برخورد امنیتی با وضعیت خراب اقتصادی خواهد بود. اما فقط من این رو بگم که در مورد 50% جناب حسین مرعشی و یه تعداد دیگه از همین کارگزارای رژیم، در حقیقت به یه معنی وسط دعوا اینا میخوان نرخ تعیین کنن و نرخ تورم رو 50% اعلام کنن، در حالی که طبق آمارای خود مرکز آمار رژیم میگه تورم نقطه‌ای، یعنی مقایسه تورم امروز در سال 1402 با همین روز در سال 1401، به این میگن تورم نقطه‌ای. خود مرکز آمار رژیم میگه 63% تورم نقطه‌ای. قیمت‌ها، افزایش قیمت‌ها رو که نگاه میکنیم میبینیم که تورم نه 50% بلکه بالای 100% تورم بوده و یه تعدادی از نماینده های مجلس خود رژیم اعلام کردن که نرخ تورم، نرخ واقعیش تو ایران 3 رقمیه صحبته، یعنی اونا هم حتی اعتراف میکنن به اینکه نرخ تورم خیلی بالاتر از این چیزاست. در حقیقت باید هموطنان مواظب باشن که موقعی که رژیم مثلا میاد اعتراف میکنه، اعتراف کردنشون هم در واقع مدل آخوندیه و وسط دعوا میخوان نمیگم نرخ تعیین کنن و وضعیت انفجاری و وضعیت خراب از اون که هست کمتر نشون بدن در حقیقت، وگرنه نرخ تورم خیلی بالاتر از 50%. بله، خب شما توضیحات میدید در مورد ویرانگر بودن این تورم و تبعات اون. از طرفی ما حجم اعترافات مهرهای حکومتی و کارشناسان حکومتی رو هم
در رابطه با سقف تورم، شکستن رکورد تورم شاهدیم که هر روز میگن، ولی از طرفی رئیسی خودش مدعی که رژیم در مسیر کاهش تورم قرار گرفته. شما این ادعا رو چطور میبینید؟ آیا چنین ادعایی اصلا امکان پذیر هست و چرا اصلا رئیسی میاد چنین ادعایی رو مطرح میکنه؟ فکر میکنید؟ بله، این رو قبلا هم من گفتم که این آخوند با شیش کلاس سواد که تازه همون کلاس شیشمش هم معلوم نیست که قبول شده باشه یا نه، این رو اساسا برای کارهای اقتصادی و برای برخورد با تورم و نمیدونم حل مشکلات اقتصادی که نیوردن، که اینو از روز اولش برای سرکوب، برای رئیس جمهور قتل عامه، برای سرکوب آوردنش. ولی حالا به عنوان رئیس جمهور رژیم باید یه حرفایی هم بزنه که فقط باعث مسخره بیشتر خود رژیم باشه. اول که همین چیزی اساسا شدنی نیست. اگر که اینا رژیم در این سالهای گذشته ادای اینو هم خود رژیم هم دستاندرکاران رژیم، بله، و کارگزاراش اینا ادای اینو میخوان در بیارن که مثلا اینا هم سیستم اقتصاد جهانی رو دنبال میکنن، دولت نباید توی اقتصاد دخالت بکنه. همین هفته گذشته بود که خامنه ای گفت که آره دولت نباید توی اقتصاد دخالت بکنه، نرخ تورم یا نرخ ارز و بازار تعیین میکنه، از این حرفایی که فقط دجالیت آخوندی هست. ولی واقعیت امریه که حالا جدایی از این که بتونه برخورد کنه یا نه، اساسا برخورد با تورم هیچ جای دنیا با دستور و با دستور دولتی و با دستور با حکم جلب دادن و این چیزا حل نشده و نخواهد شد. میگم این فقط خودش از اون که هست بیشتر مسخره میکنه. اما در مقایسه با چرا حالا نمیشه، اگر که اینو مقایسه کنیم با تورم در کشورهای دیگه، حالا اگر کشورهای اروپایی رو بگیم که الان یکی دو ساله که از بعد از جنگ اوکراین، حمله روسیه به اوکراین، تورم قیمت‌های مقداری بالا رفته و حالا رژیم هم از همین استفاده میکنه، میخواد بگه که در همه جهان تورمه در حقیقت. ولی واقعیت اینه که در کشورهای اروپایی در اقتصادایی که حساب و کتاب داره تورم قابل دنبال کردنه. که این دلیل بالا رفتن این قیمت چی هست؟ دلیل بالا رفتن قیمت مثلا قیمت نون در اروپا، در غرب اروپا، اینه که به خاطر جنگ محصول گندمی که از اوکراین صادر میشده به اروپا، این خرج حمل و نقلش بیشتر شده، در نتیجه قیمتش بالا رفته. خرج پختن نون به خاطر اینکه قضیه کمبود گاز و کمبود منابع انرژی، قیمت گاز بالا رفته، قیمت پختن نون بالا رفته و قابل تعقیب کردنه که این قیمت اگر که 5% رفته بالا، اگر 10% رفته بالا، دلیل بالا رفتن قیمت معلوم و مشخصه. حالا توی رژیم آخوندی اساسش این که تمام واردات کشور، تمام تولیدات کشور تماماً در کنترل مافیای ولایت فقیه، بنیادهای تحت کنترل ولایت فقیه و سپاه پاسداران هست. یعنی هیچ چیزی وارد کشور نمیشه مگر از کانال‌های اینا وارد شه، هیچ چیزی تولید نمیشه مگر که دست اینا درش باشه. در نتیجه این قیمت‌ها رو، این بالا رفتن قیمت رو اینا میذارن، قیمت رو خودشون میذارن. توضیحی هم براش پیدا کنی که در حالی که مثلا همینجا توی فرضاً توی اروپا یا توی کشورهای دیگه همزمانی که یه سری قیمت ها بالا میره یه سری قیمت های دیگه پایین میاد، ولی توی ایران میبینیم که تحت کنترل آخونده همه قیمت ها به طور تصاعدی داره بالا میره. این راه اینا هست، روش آخونده هست برای خالی کردن جیب مردم، برای پر کردن حفره بودجهشون که خودشون میگن 600 هزار میلیارد کسری بودجه دارن. اینا راه خالی کردن جیب مردمه. حالا رئیسی که خودش در حقیقت رئیس جمهور رژیم هست، خودش دستگاه خودشون این وضعیت بالا بردن قیمت ها، کنترل قیمت ها، مونوپول گذاشتن روی منابع مختلف، تمام اینا در انحصار خودشونه. این نه تنها نمیتونه که
تورم رو پایین بیاره و قیمت ها رو پایین بیاره، بلکه حتی خواستش هم نداره. اینا خواست این کارم ندارن، چون که خرج جنگ افروزی هاشون و خرج تروریسمشون و اینا رو دارن از جیب مردم ایران، از حسابای بانکی مردم ایران، از حقوق مردم ایران، از حقوق کارگرها و کارمنده و معلم ها، اینا رو دارن از اونجا برداشت میکنن. در نتیجه نه تنها تواناییشو ندارن که تورم رو کنترل کنن، بلکه حتی خواستشو هم ندارن که کنترلش کنن. یه نمونه فقط من برای شما بگم. ببین در عرض یه سال گذشته قیمت پایین ترین مدل ماشین سایپا، یعنی کم کیفیت ترین ماشینی که تولید میکنه، سال گذشته 178 میلیون بوده. امسال همون موقع، درست یه سال بعدش، قیمت این ماشین شده 310 میلیون. حالا این 310 میلیون، توضیحش این نیست که حقوق کارگرا اضافه شده، حقوق کارگرای سایپا اضافه شده. چرا؟ چون کارگرای سایپا حقوقشون اضافه که نشده هیچی، حتی حقوقشون بهشون پرداخت هم نشده. ولی دولت کارخونه سایپا که تحت کنترل بنیادهای زیر نظر خامنه ای هست، قیمت ماشین رو دو برابر میکنه. این دو برابر شدن نه تنها تورم 50% نیست، بلکه تورم بالای 100%، بلکه حتی توضیح اقتصادی به این معنی که بتونی براش پیدا کنی که مثلا حقوق کارگرا اضافه شده موجب شده قیمت ماشین بالا بره، یا قیمت فلان جنس که در ماشین استفاده میره بالا رفته موجب گرون شدن شده، هیچ کدوم از اینا نیست. بلکه این کارخونه بنیادهای زیر نظر خامنه ای که منابع تولید رو در دست دارن و اونایی که کانال های واردات رو در دست دارن، قیمت ها رو تعیین میکنن برای اینکه خرجشون رو در حقیقت همونطور که گفتم از جیب مردم ایران، از سفره های مردم ایران بکشن بیرون. بله، خیلی ممنونم از شما بابت وقتی که اختصاص دادید و در برنامه امروز ما شرکت کردید. وقت شما بخیر.